دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پیمان منصوری‌زاده هستم از استدیو طراحی نگارخانه، وبسایت scnegarkhane.ir. خوشحالم که باز هم با یه آموزش دیگه در نرم افزار افتر افکت در خدمت شما دوستان عزیز هستم. توی این آموزش میخوایم در مورد ساخت آبشار توی این نرم افزار صحبت کنیم و یه سری جزئیات رو بهش اضافه کنیم. توی این آموزش ما از یه سری از تکنیک ها که توی آموزش موشن گرافیک لباسشویی و ساخت ترانزیشن موجدار با هم دیگه در مورد صحبت کردیم، از یه سری از تکنیک های اون آموزش هم استفاده می کنیم. قبل از شروع کار خروج کار رو ببینیم و برگردیم. سری فایل ها رو توی این پروژه من استفاده کردم. اینها رو برای دانلود توی وبسایت و توی همین پست آموزشی مربوط به این آموزش قرار میدم که میتونید به راحتی دانلود کنید اونها رو. خب بذارید من فایل های مربوط به نمونه‌ای که قبلا ایجاد کردیم رو توی این فولدر قرار بدم. خب میریم سراغ شروع کارمون. یک کامپوزیشن نیاز داریم، کامپوزیشن مین، کامپوزیشن اصلی، هر اسمی که دوست داریم میتونید روش بذارید، با فریم ریت 25 و ابعاد HD. خب یه سری فایل نیاز داریم که وارد این کامپوزیشن رو کنیم. من اینها رو همه رو انتخاب کنم، کنترل A و کنترل C، میبندمش، میرم سراغ کامپوزیشن مین و کنترل V رو میزنم. خب من قابلیت وکتور رو براشون فعال میکنم. برای اینکه بزرگشون کنم، باز اینجا هم یه نکته بهتون میگم، برای اینکه بزرگشون کنم خب میگیم خب میایم اسکیلش رو زیاد میکنیم، یا اینکه همه رو پریکامپ میکنیم بعد اندازه اون پریکامپ اون رو زیاد میکنیم. خب اگه اسکیل رو اینجوری داستان کنیم که زیاد کنیم، اینجوری داستان میشه و کارمون خراب میشه. ولی کاری که بهتر به نظر من انجام بدیم، یه نال آبجکت بسازیم. خیلی راحت همه رو پرنت کنیم به نال آبجکتمون. خب حالا همه رو میارم وسط، اسکیل و اس رو میزنم، کلید اس رو میزنم و اسکیل رو زیاد میکنم تا جایی که حالا فرضاً کل تصویر رو برام بگیره. اون گوشه کنارا رو دیگه نمیخوام، میخوام کل کار، حالا جنگل و این داستان هاست، اتفاق ها اینجا افتاده. برای اینکه یه مقدارم آسمون داشته باشیم یه فاصله کوچیکی اینجا میدیم. خب دیگه نال آبجکت رو نیاز ندارم، دیلیتش میکنم خیلی راحت و اسکیل هامونم باز زیاد شده که مشکلی نیست، باشونم کار نداریم. خب میریم اول سراغ آسمونمون. من یه دونه سالید میسازم، اندازه رو میک کامپ سایز رو میذارم که اندازه دقیقا اندازه کامپوزیشن هم بشه. اوکی میکنم، میرم سراغ لیر، لیر استایل و گرادینت رو من انتخاب میکنم. خب قطعا باید بیارم بذارم پایین ترین لایه تا آسمونم بره پشت لایه هم. خب ادیت گرادینت رو میزنم، این رو رنگ رو انتخاب میکنم، رنگ مشکی رو، و به رنگ آبی تغییرش میدم. خب خیلی راحت آسمونمون رو ساختیم. میریم سراغ قسمت بعد. من یه دریا هم اینجا نیاز دارم. خب دریا میتونم چجوری بسازم؟ دریا رو میتونم خیلی راحت با استفاده از رکتنگل تول خیلی راحت دریام رو ایجاد کنم. خب قطعا رنگ دریام سفید نیست، از این قسمت رنگش رو تغییر میدم و رنگ آبی رو براش انتخاب کنم. اوکی رو میزنم. خب همطور که میدونید دریا یک سری موج داره و اینجا موجها رو من نمیبینم، موجها رو باید بهش اضافه کنم. میرم سراغ پنل افکت ها، ویو رو من سرچ میکنم و حالا افکت ویو وارپ رو من به
شیپم میدم. خب تا اینجا همه چیز اوکیه. یه مشکل خیلی ریز داریم اینجاست. میتونیم اینو با دو تا کار برطرف کنیم، یعنی که من بیام خیلی راحت اسکیلش رو زیاد کنم و بیارمش پایین، ولی میبینیم این مشکل برطرف نمیشه. خب و چیکار کنم پس؟ کنترل زد میزنم برگردیم به هم حالت. پینینگ رو من توی یکی از آموزش ها، آموزش ترانزیشن موجدار، قضیهش رو من اومدم کار کردم که میشه چه استفاده ازش کرد. دقیقا تو این آموزش هم ما از این پینینگ استفاده میکنیم. اینو من میذارم روی آل ایج. اگه که من روی آل ایج بذارم، هم الان اینو بذاریم، خب چی میشه؟ میاد گوشه های تحت، حالا اینها رو ایج میگیره یا همون لاین، این ایج ها رو میگه که این سمت دیگه من هیچ موجی ندارم، اینجا هیچ موجی ندارم. اگه دقت کنید، خب موج ها به اجها که نزدیک میشن دیگه کامل صفر میشن. همطور که میبینید اینجا صفره و دیگه میاد قشنگ توی وسط کار، دیگه میتونیم بگیم بیشتری موج رو داریم. خب یا اینکه بیام چیکار کنم، اگه بخوام کامل اینجا هم موج رو داشته باشم، میام باتم رو من خواب میکنم خیلی راحت، فقط پایین رو تحت تاثیر، اج های پایینی رو تحت تاثیر قرار میده. خب این دیگه بسته به سلیقه شما داره. خب من آل اج رو انتخاب میکنم و فکر میکنم مناسبه. خب بریم سراغ قدم بعد. یه مقدار حالا اینو من تغییر بدم که کارمون یه مقدار بهتر بشه. خب موج هامو من ارزش رو من بیشتر میکنم، سرعتش هم میتونیم از اینجا، اگه احساس کردین سرعت زیاده میتونیم از اینجا سرعتش هم تغییر بدین. باز برای اینکه بهترم بشه، یه کار خیلی خوبم میتونین انجام بدین، مثل اینکه مثلا یکی از این صخره ها رو بیارید مثلا بذارین وسط کار. برای اینکه باز بهتر بشه، یه دونه شیپ کوچولو اینجا میسازید. باز افکت ویو وارپ رو از اینجا میتونید کپی کنید یا از همینجا دوباره به این شیپتون هم بدین، ولی بهتری که حالا با این مشخصات باشه، شاید یه جورایی تو ذوق بیننده بزنه، جور رند قضیه رندوم تر بشه. میتونید تغییر بدین اینها رو یا صخرهای دیگه هم میتونید اینجا اضافه کنید. خب حالا وقتشه که بریم سراغ آبشار هامون. خب برای ساخت آبشار من باز میرم سراغ ریکتنگل تول. ریکتنگل تول رو انتخاب میکنم و بذار اینها رو هم ببندم. میخوام یه آبشار داشته باشم از اینجا تا اینجا. خب موج ها رو چجوری بهش بدم؟ باز میریم سراغ افکت ویو وارپ. ویو وارپ رو من بهش میدم. خب اینجا یه اتفاقی برامون افتاد. خب آبشارمون اینجوری زیاد قرار نبود اینجوری باشه. چیزی که ما قرار بود کار کنیم موجمون اینجوری باشه. خب مشکلی نیست، درستش میکنیم. من دایرکشنش رو تغییر میدم، میذارم صفر. خب صفر کردم، حالا پلی میکنم، چرا اینجوری شد؟ موجمون آبشارم انگار داره میره بالا. خیلی راحت چیکار میکنم؟ اینو میکنم 180. الان آبشارمون اون حس پایین اومدن رو داره بهمون میده. ولی حالا یه مشکل دیگه داریم باهاش. اون چیه؟ این بالا میبینید؟ خب چرا اینجوری؟ چرا این آبشاره یه جای درستی وای نمیسته؟ اینو چجوری باید برطرف کنیم؟ خب باز میتونیم بهش بگیم اجه رو براش تعریف کنیم دیگه، بگیم آقا مثلا آل اجه براش انتخاب کن. پلی میکنیم، ای با باز همینجوری. چرا؟ خب بابا این باید بیاد اینجا باشه تا اون قضیه آل اج یا تاپ رو متوجه بشه، ولی من آبشارم اینجاست. خب اینو چجوری برطرف کنیم؟ بی خیال این میشم، اینجا میگم که یه پیریکامپ ازش میخوام، آبشار. میرم داخل پیریکامپم و افکت ویوارپ رو اینجا بهش میدم.
حالا اینجا میتونم هر جا دلم بخواد اینو اینجا هر جا دلم بخواد بذارمش. بذارین اول من تنظیماتش رو درست کنم. خب اینو بذاریم 180، یه مقدار اینها رو این هم زیاد کنیم توی عرض مقدار موج هامون. خب باز اون اتفاق داره میفته. دو تا کار الان میتونم بکنم، یا همون تاپ دو تا که چه ارز کنم 3-4 تا خیلی کار زیاد میشه کرد. آل ایج رو من بذارم اینو بیارم بالا، برگردم به مین. خب حالا اینو راحت میذارم اینجا، خیلی اوکی قضیه. یه کار دیگه هم یه کار حالا یا کلن میتونستیم همینجا اینو تاپ بذاریم که یه مقدار عاقلانه تر، یعنی چی بگم اصولی تره، یا اینکه یه کار بالتر بکنیم. من اگه بخوام یه مقدار میبینید این صاف بودن رو اینجا مثلا مقدار موجش کمتری داره، اگه بخوام یه مقدار اینو بیشتر داشته باشم چی کار میتونم بکنم؟ چطوریه؟ بریم اینو بذاریم روی سنتر. خب چی شد داستان کلا پرید؟ من باید چیکار کنم؟ مرکز کامپوزیشن من الان میفهمم کجاست، اینو میارم اینجا نزدیک، یعنی قسمت بالایی که میخوام ثابت باشه رو نزدیک سنتر میکنم. خب میبینید مقدار بیشتری رو اینجا تحت تاثیر قرار میده، یه مقدار قضیه باحالتر میشه، کم کم میاد موج زیاد میشه. ولی اگه برگردیم به اون حالت میبینید خیلی سریع، یعنی یه تیکه اینجا ثابته و خیلی سریع میاد موج آغاز میشه. من نه، میخوام این قضیه یه مقدار باحال تر بشه، میخوام کم 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 تر موج بیاد شروع بشه. خب یه مشکل الان برام پیش میاد، یه مقدار از موجمو ندارم، چیکار میتونم بکنم؟ خب میرم سراغ تنظیمات کامپوزیشنم، یه مقدار ارتفاعشو زیاد میکنم. تا جایی که خب این دوستمونم بذار من اینو تنظیم کنم تا انشالله ما رو اذیت نکنه. خب تقریبا خودشه، میبینید این خیلی بهتره تا اون یکی. حالا من دو تا کنار هم میذارم که مقایسه کنیم ببینید. خب خیلی راحت میذاریمش اینجا، ما الان آبشارمون رو داریم، خیلی هم باحاله. حالا میخوایم باحالترش کنیم، میریم سراغ آبشارمون. باز میکنم من این رو، خب اسمش رو میذارم یک، دوپلیکیت میگیرم ازش، یه دونه کنترل دی، یه دونه دیگه کنترل دی، یه دونه دیگه هم کنترل دی. خب اینو رنگش رو تغییر میدم، یه مقدار اینو تیره میکنم، میام محدودش میکنم به بالایی. حالا میارمش یه مقدار سمت چپ، خب میخوام اون، خب اینم من خاموش میکنم که ببینین یه مقدار سایه طور میده و یه جورایی باحاله. میتونید یه مقدار کمترش کنید این رو، یا بیشترش کنید که تأثیرش رو باز بیشتر ببینید. خب باز میخوام یه جورایی اون حالت پایین اومدن اون حس ریزشه رو میخوام بیشتر و باحالتر کنم. یه دونه سالید میسازم اندازه کامپوزیشنم، ببخش اندازه آبشارم. حالا بعد یه مقدار سالید رو کوچیک کنیم، چرا کوچیکش میکنیم؟ خب بذار کوچیکش نکنیم، من جلو بهتون بگم علتش رو، الان کوچیکش نمیکنیم. میریم سراغ افکت باحال فرکتال نویز. فرکتال نویز رو من بهش میدم، میریم کنتراستش رو من زیاد میکنم، کمپلکسیتیش رو من میذارم روی یک، بذارین ترانسفورمش من تغییر بدم، وایدش هم مثلا میذارم روی دو،
ارتفاعش هم مثلا، حالا اینو بعدا میتونیم تغییر بدیم. من برایتنسش رو کم میکنم، کنتراستش رو بیشتر میکنم، برایتنسش رو کم میکنم، ارتفاعش رو بیشتر میکنم. خب احساس میکنم تقریبا خوبه. میدونیم روی اسپی لاین بذاریم یا اینکه روی اسپی لاین فکر کنم نتیجه بهتری میتونیم بگیریم. خب حالا میخوایم این خطا بیان پایین، خیلی راحت آلت چپ کلیک روی آفست تربیولنس، من کد تایم استار، چون دوتا مقدار داره من براکت میدم بهش، مقدار اولی که x هیچ و y رو میخوام تغییر بدم، اینا 500 میذارم. ببینیم اگه سرعتش هم کم بود که بیشترش میکنیم، سرعتش زیاد بود که کمترش میکنیم. خب من فکر کنم سرعتش خوبه. چی کار باید بکنیم حالا؟ خب اینو من روشن کنم، بذار من اینم باید تغییر بدیم و سفید کنیم. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام به آبشارم به این آبشارم بگم که توی این خطوط سفید خودتو نشون بده. خیلی راحت انتخابش میکنم، میرم سراغ لومامت، حالا پلی میکنم. میبینید حالا و چرا گفتم که باید کوچیکش کنیم؟ اینو میبینید یه سری اتفاقات اینجوری ممکنه بیفته، برای همین میایم سالنمون رو کوچیکتر میکنیم، میایم جمعش میکنیم توی این محدوده که دیگه خارج از آبشارمونم دیده نشه. یه مقدار برایتنسش هم تغییر میدیم که تعداد این خطوطمون بیشتر باشه. خب برمیگردیم به مین ببینیم اینجا چی داریم. خب خیلی بالتر شد، ولی یه مقدار احساس میکنم رنگ دریامون خیلی دیگه آبیش روشنه. خب من کدش رو کپی میکنم، کنترل سی، و برای بقیه هم پیست میکنم که برگردیم به مین. الان احساس میکنم یه مقدار بهتر. خب دریامون کجاست؟ دریامون باید بیاد روی آبشارمون، یا آبشارمون بیاد زیر دریا، این منطقی تر. خب الان قضیه ببینیم چجوری است. الان اوکیه، الان اوکیه، فقط من احساس میکنم موقعی که آبشار میاد و ریزش میکنه، خب یه سری اتفاقات دیگه ما اینجا داریم، اونا رو هم باید ایجاد کنیم برای بهتر شدن کارمون، کارونو باحال‌تر کنیم. خب بزن قبلش من اون کارا رو انجام بدم. یه دوپلیکیت میگیرم از آبشارم، کنترل دی، بازش میکنم و بذار من این رو انتخاب کنم، اینها رو همه رو با هم انتخاب میکنم و اینو میذارم تاپ. حالا همه رو هم انتخاب میکنم، میارمش بالا. همه رو من انتخاب میکنم زرم روی تاپ تا ببینیم این یکی چه اتفاقی براش میافته. خب میتونیم مقایسه کنین. الان این سمت چپیه با تکنیک سنتر ایجاد کردیم، سمت راستیه با اون سیستم تاپ.
ای که من یه مقدار رزولوشن بیارم پایین تر. خب میبینید کم کم این اتفاق میاد درجا، از همینجا دیگه شروع میکنه موجب برای اتفاق ریزش ایجاد میشه. خب این رو هم مثلا میتونیم اینجا کار کنیم، یه مقدارم کوچیکش کنیم. و کوچیکتر کار بعدی که باید بکنیم ایجاد اون کفهایی هست که موقعی که آبشارمون از اون ارتفاع ریزش کرده اون آبها، اون کفها ایجاد میشن. اگه یادتون باشه سیستم اون کف ها رو اومدیم توی آموزش موشن گرافیک لباسشویی کار کردیم. دقیقا اینجا هم ما میایم از همون تکنیک استفاده میکنیم. چیکار میکنیم؟ میریم سراغ افکت مرکوری، مستر مرکوری. یعنی سالید میسازم و میریم سراغ مستر. مستر، خب مستر رو من اضافه کردم، باید بهش بگیم کجا باید این اتفاق براش بیفته. بذار من اینو محدود کنم، سلو کنم که فقط همینو ببینم. یه سری اتفاقا رو من براش رقم میزنم، مثل مقادیرش من تغییر میدم. خب موقعی که تموم میشه که دیگه صفر بشه، خودش اذیت نکنه. موقع شروعش هم 5 باشه، گراویتیش هم 0 باشه فعلا. و و واو، بذار مثلا اینو بذاریم 2/10 موقعی سایز تولدش. ببینیم اینجا چی داریم، 1/10 بذاریم رسیستنس. و خب یه تغییر خیلی کوچولو کجا رفت؟ آها، پایینش من کار ندارم چه اتفاق میفته. تایمش من کمتر میکنم، ولاسیتیش هم کم میکنیم، مثلا کجاست؟ آها اینو من اون شعاعه توی شعاعش رو توی محور ایکس من بیشتر میکنم. حالا اینو مثلا موقعی که میخوایم جای گذارش کنیم میتونیم کنترلش کنیم، تغییرش بدیم. خب احساس میکنم خوبه، سولو رو من بیخیال میشم، جا به جاش میکنم سالیدم و اینم از این میذارمش زیر لایه دریا یا اون موج هام. الان قضیه اگه که اجازه بده و رندر بشه، فقط یه اتفاقی که میفته، مستر مرکوری اون سیستم پارتیکولار پلاگین پارتیکولار رو داره، یعنی توی فریم اول هیچ اتفاقی نمیفته. یه مقدار سالیدتون رو ببرین جلوتر و میبینید که از همون ابتدای کار خودش رو شروع میکنه. خب من رزولوشن پریویو یه مقدار میارم پایین تا سریعتر رندر بشه و ببینیم این اتفاق رو. خب اینم که از این، بخوایم سرعتش هم بیشتر کنیم و اتفاقات اینجوری مثلا بذاریم من ولاسیتیش هم بذارم 1. خیلی عصبانی شد، دو که نه یک کنیم، این هم بذاریم روی 2. رسیستنس 0، خیلی بالا میره دیگه. نیم فکر کنم اینو تا صبح اگه ما دستکاری کنیم باز دلمون بخواد هی ادیتش کنیم یه چیز
هی بالتر راضی فکر نکنم بشم من. خب نه این دیگه داره یه جورایی. خب اینو من 13 میذارم که دیگه برگرده بیاد پایین. خب اینم 11، نه 13 خوبه. بریف سایزش من میذارم 1.5. الان خوبه، باز میتونیم همینو دوپلیکیت کنیم، کنترل دی بذاریمش اینجا، یه مقدار شعاعش رو کمتر کنیم و مثلا سایزش هم بذاریم مثلا روی 1/10، چون این آبشارمون یه مقدار اینجا کوچیکتره و این هم مثلا بذاریم روی 1، زیاد شلوغش نکنه. ولاسیتیش هم میتونیم بذاریم کمترش کنیم، بذاریم روی 6/10، این هم بذاریم مثلا روی 2/10 دیگه، زیاد چون سش بالا نره. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این آموزشم لذت برده باشین، بتونید توی کارتون استفاده کنین. سعی کنید همه آموزش ها رو ببینید. من توی همه آموزش های سری نکات خاص میگم. همطور که دیدین توی این آموزش ما از 2 تا آموزش دیگه هم تکنیک هایی که توی اون آموزش ها گفته بودیم استفاده کردیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشیم، بتونید توی کاراتون استفاده کنید. حتما نظرتون در مورد این آموزش و یا آموزش های دیگه توی وبسایت با من در میون بذارید. سعی کنید حتی امکان آموزش ها رو به صورت آنلاین ببینید و از ما حمایت کنید.